بسم الله الرحمن الرحیم. دانشجویان عزیز، درس تکنولوژی سیستم های الکتریکی خودرو رو با هم دیگه خواهیم داشت. این درس شامل 16 فصله که ما هر جلسه یک فصل رو به طور کامل به شما توضیح خواهیم داد. مبنای کتابی که به عبارتی از روی اون درس خواهیم داد کتاب تکنولوژی سیستم های الکتریکی خودرو می باشه. فصل اول، مدار چراغ‌های سقفی خودرو. مبنای تدریس ما به عبارتی میشه گفت بر مبنای پژو 405 و پراید میباشه، دو تا خودروی اصلی که ما شیوه نقشه‌خوانی و قطعات به کار رفته در اونو به طور کامل توضیح میدیم در این کتاب، و بعد میایم نقشه‌خوانیش هم در انتهای کار به صورت یک فیلم انیمیشنی توضیح خواهیم داد. قسمت اول فصل راجع به اصول الکتریسیته صحبت می کنیم، بعد مفاهیم اساسی در مباحث الکترونیک مثل شدت جریان، اختلاف پتانسیل و مقاومت الکتریکی رو به همراه قوانین به کار رفته در آن توضیح می دیم. جریان الکتریکی رو به دو قسمت تقسیم می‌کنیم که همتون می‌دونید، جریان برق مستقیم و جریان برق متناوب. در ادامه این فصل ابزارهای ابیابی و سنجش سیستم‌های الکتریکی رو که بیشترش رو شما بلد هستید و توضیح می‌دیم، مثل مولتی‌متر و طرز کار با مولتی‌متر و نحوه اندازه‌گیری مقاومت با مولتی‌متر و اندازه‌گیری ولتاژ رو توضیح می‌دیم. یکی از ابزارهای بسیار مهم در بحث تعمیر و ابیابی قطعات برقی خودرو تسلامپه. تسلامپو باید همه شما توی کارگاه درست کنید و سعی کنید که در خودرو استفاده کنید. شیوه درست کردنش هم خیلی ساده است. برای درست کردن تسلامپ احتیاج دارید که یک دیود دوپایی دو رنگ داشته باشید، یک قطعه به عبارتی دو تا مقاومت 270 تا 350 اوم نیاز دارید برای این کار، به همراه یک دو عدد سوسماری که در بازار موجوده و به وسیله میتونیم ما این تسلامپ رو بسازیم. به این نفع که قسمت سوسماری رو به مقاومت ها وصل میکنیم، این ورش هم مثبت سوسماری رو به مقاومت، این دوتا رو به همدیگه وصل میکنیم و بعد از که وصل کردیم به پایه بلند دیود دورنگ این رو وصل میکنیم و از پایه کوتاه دیود به سر تسلامپ وصل میکنیم. هنگامی که شما مثبت باتری رو به این قسمت و منفی باتری رو به این قسمت وصل میکنید، اگر اتصال رو به پتانسیل منفی وصل کنید سبز دیود روشن میشه، و اگه به قسمت به سیم مثبت وصل کنید قرمز دیود روشن خواهد شد. در ساخت این تسلام توجه داشته باشید، در صورتی که مقاومت به کار رفته بیش از حد باشه این دیودها روشن نمیشه. چون شما برای ماشین برق 12 ولت دارید، پس نیازه که مقاومت به کار رفته 270 تا 350 اوم باشه. اگر مقاومت کمتری استفاده کنید مطمئنا باعث سوختن دیود خواهد شد و مقاومت بالاتر نیز باعث روشن نشدن دیود خواهد شد. اگر برق به کار رفته در بعضی از دستگاه الکتریکی پایین تر از 12 اوم باشه، 12 ولت باشه، شما میتونید از مقاومت کمتری استفاده کنید، ولی چون در خودرو معمولا برق به کار رفته 12 ولته، شما سعی کنید همین مقدار رنج مقاومتی رو مورد استفاده قرار بدید. به عبارتی وسایل به کار رفته، قطعات به کار رفته در بحث لامپ سقفی پژو ما در این قسمت توضیح میدیم این قطعات رو. اولین قطعه به کار رفته جعبه تقسیم کالسکی میباشه. در بحث جعبه تقسیم کالسکی
اگر تو شکل خوب نگاه کنید، جعبه تقسیم کالسکه‌ای به عبارتی از 4 عدد فیوز 30 آمپر استفاده شده و 2 شنت فلزی. وظیفه شنت فلزی به عبارتی جلوگیری از بار انگلیه. بار انگلی چیه؟ بار انگلی باریه که به عبارتی زمانی که شما احتیاج ندارید از خودرو استفاده کنید و به عبارتی قطعاتی مثل ساعت، مثل ECU احتیاج دارن که روشن بمانند و به عبارتی برق بسیار اندکی هم از باتری برمی‌دارن. اگه شما بخواید یک مسافرت یک ماهه یا دو ماهه داشته باشید، این بار انگلی باعث میشه که خودروی شما بعد از 3 ماه، بعد از 2 ماه، بعد از 1 ماه استارت نخوره و روشن نشه. در اصل این بار انگلی برق باتری رو مصرف میکنن. در چنین مواردی شما میتونید از شنت فلزی استفاده کنید، شنت رو در بیارید و بار انگلی دیگه در مدار قرار نگیره و بعد از مسافرت میتونید دوباره شنت سر جای خودش نصب کنید و استارت بزنید و روشن کنید. این فیوزهای کاردی که اینجا هستن یا فیوزهای 30 آمپری که اینجا هستن، این دوتا فیوزهای اصلی هستن و این دوتا فیوز زاپاس محسوب میشون. پس این دوتا فیوزی که اینجا میبینید به عنوان فیوز زاپاسه. این دوتا هم فیوزهایی هستن که تو مدار فن خنک‌کاری به عبارتی میشه گفت استفاده میشن. پایه‌هاش هم این قسمت پایین قرار داره. برق مثبت ورودی به این دوتا قسمت وصل میشه و از این سوکت های دو پایه برق خروجی رو شما خواهید داشت. طبق این مدار نقشه‌ای که رویت میشه، محل قرارگیریش در جانماییش به عبارتی در خودرو در این تصویر دیده میشه. در این تصویر شکل شماره 1 در از فیوزهای پمپ بنزین ما هستن که برای ماشینه انژکتور کنار ECU قرار گرفته میشن. ما در این تصویر FCU1 برق اتصال به جعبه فیوز یا شنت فلزی، FCU2 شنت فلزی، FCU3 ارتباط برق به فن، FCU4 ارتباط برق به فن و این دوتا فیوز هم فیوز که این دوتا محسوب میشه، میشه گفت یکیش فیوز پمپ بنزینه که کنار ECU قرار میگیره و یک فیوز هم گرم کنه درچه گازه که گفتم در ماشینه انژکتوری قرار خواهد گرفت و کنار ECU محل قرارگیریشونه. قسمت بعدی، قطعه بعدی به عبارتی میشه گفت جعب فیوز اصلی خودروه که داخل این جعب فیوز قطعات فیوزهایی قرار دارن برای محافظت مدار که در این تصویر شما همه فیوزها رو با آمپر به کار رفته و به عبارتی موارد استفادهش رو شما در این تصویر میتونید داشته باشید که برای پژو 405. قطعه بعدی میکروسویچ لایدریه که میکروسویچ لایدری به عبارتی مثل یک میکروسویچه که وظیفه قطع وصل رو داره و لای در کنار لولای در قرار میگیره. دو پایه است، یک پایه منفی ورودی است و یک پایه منفی خروجی. این تصویر کاملا واضح مشخص میشه که زمانی که برق منفی از اینجا به میکروسویچ برسه، اگر قطع باشه برق منفی به لامپ نخواهد رسید و برق مثبت که دائم وصله، به عبارتی زمانی که این وصل بشه میکروسویچ برق منفی میرسه به لامپ و لامپ روشن میشه که یکی از شیوه های ایبیابی میشه که همین تصویره. روش ایبیابی میکروسویچ رو میتونید با پیاده کردن این تصویر داشته باشید. البته میتونید از مولتیمتر هم استفاده کنید زمانی که مولتیمتر رو در حالت دیود قرار بدید و به این دوتا پای وصل کنید، در حالت عادی وصل نمیشه ولی در وقتی که میکروسویچ رو فشار بدید به عبارتی اتصال، یعنی به عبارتی وقتی فشار میدید ارتباط برقرار نیست، وقتی ول میکنید ارتباط برقراره، انگاری که در ماشین بازه و در ماشین بسته است. قطعه بعدی کلید لامپ سقفی داخل اتاق که این کلید لامپ سقفی از این لامپ درست شده و 3 حالت داره: دائم روشن، دائم خاموش به عبارتی و هوشمند. لامپ صندوق عقب
که به عبارتی میشه گفت یک لام داره، و وقتی شما در صندوق عقب باز میکنید میکروسویچ لایداری صندوق عقب برق رو به این میده و این روشن میشه. قسمتی دیگری در این کتاب وجود داره به نام پرسش و پاسخ که عیبیابی مدار سقفی به عبارتی محسوب میشه که اگه لامپ سقفی در حالت دائم روشن کار نکنه ایراد از چیه، یا اینکه مثلا فقط چراغ‌های صندوق روشن نشه ایراد از چیه. در این قسمت راجع به عیبیابی و پرسش و پاسخ‌هایی که در مورد عیبیابی هست توضیح دادیم. میرسیم به بحث نقشه‌خوانی و به عبارتی دست سیم این ماشین. در بحث نقشه‌خوانی اول اصطلاحاتی که تو نقشه‌خوانی وجود داره رو باید خوب بشناسیم بدونیم تا بتونیم عیبیابی و نقشه‌خوانی رو درست انجام بدیم. در بحث پژو، قطعات پژو هر کدوم یک اسمی دارن. مثلا به عنوان مثال جعبه تقسیم کالسکه‌ای که اسمش از بی بی 10، یا مثلا چراغ سقفی جلو که سی 10 محسوب میشه کدش، چراغ سقفی عقب سی 20. اینها کدهایی هستن. بس در بحث پژو شما برای هر قطعه یک کد دارید که کدها انحصاری هستن. یعنی اگه ما گفتیم سی کد سی 10، منظور این که این قطعه دقیقاً چراغ سقفی جلوی پژو 405 محسوب میشه. نکته دیگه شماره پایه‌هایی هستن، اینجا نوشته شده میشه 13V یا 3VMR، و این 3V یا 13V نشان دهنده تعداد پایه‌های سوکت میباشه. اگه گفتیم 3V یعنی این سوکتش 3 پایه است، اگه 13V یعنی سوکتش 13 پایه است، و اگر گفتیم بعد از 3VMR اومده یا قطعات چیز دیگه شما مثلا RG اومده، اینها میشن رنگ سیم، رنگ سوکت. چون یک نکته که مهمه اینه که سیم ها در بحث پژو رنگ ندارن، کد دارن، برخلاف پراید که سیم ها رنگ دارن، در بحث پژو سوکت ها رنگ دارن. یعنی ما از طریق رنگ سوکت تشخیص میدیم. پس این نشوندنده رنگ سوکته، این نشوندنده تعداد پایه، و این شماره پایه هاست، پایه شماره 2، پایه شماره 1 و پایه شماره 3، و یا این یکی نشون 5A، پایه شماره 5A به عبارتی. نکته دیگه شماره این سیم میباشه. اگه نوشه 319 یا 8153 به عبارتی کد سیمه که روی سیم هک شده، واسه میشه کد سیم. اگه بخوایم اینو تحلیل داشته باشیم، برق مثبت بعد از عبور از باتری میاد به جعبه تقسیم کالسکه‌ای و از جعبه تقسیم کالسکه‌ای عبور میکنه، داخل جعبه فیوز یک شنت فلزی قرار داره و از فیوز F15 عبور میکنه، از دو قسمت، از دو پایه عبور میکنه، یک پایه به چراغ سقف عقب، یک پایه به چراغ سقف جلو به عبارتی وصل میشه. برق منفی بدن هم از اینجا میاد، ولی کنتاکت داخل چراغ سقفی در حالت دائم خاموش قرار داره در این تصویر. یعنی وقتی در حالت دائم خاموش باشه شما برق عبوری رو نمیبینید و لامپ هم روشن نمیشه. در این تصویر هم همچنین در صندوق عقب هم به همین فرم. این هم میشه میکروسویچ صندوق عقب که در حالت وصل نیست، یعنی برق منفی از خودش عبور داده نمیشه که بخواد لامپ سقفی روشن بشه. در تصویر بعدی شما این پلاتینو میبینید که در حالت راست قرار داره، یعنی در حالت به عبارتی دائم روشن، یعنی برق منفی همیشه از اینجا عبور میکنه وقتی اگه در این حالت قرار بگیره و لامپ سقفی رو روشن میکنه. این یکی هم همچنین در تصویر بعدی در حالت هوشمند قرار داره، یعنی اگه خوب نگاه کنید میبینید منفی از میکروسویچ عبور میکنه. بس اگر در ماشین باز باشه شما منفی رو خواهید داشت، چه یک در باز باشه چه چهار در فرقی نمیکنه، چون موازیه، حالت موازی براش قرار داره، و اگه هر کدوم از این درها باز بشوند لامپ سقفی مورد نظر باز خواهد شد، روشن خواهد شد. و این نکته بسیار مهمیه که باید حواسمون رو جمع کنیم. حالتی که داخلی این وجود داره خیلی برای ما مهمه. و در تصویر آخر هم شما لامپ سقفی صندوق عقب دارید که یه حالت داره دائم
به عبارتی حالت هوشمند داره که هر وقت لامپ صندوق عقب باز بشه میکروسویچ برق منفی رو عبور میده به لامپ صندوق و لامپ صندوق روشن خواهد شد. البته در انتها ما فیلم انیمیشنش هم براتون پخش خواهم کرد که بهتر بتونید واضح متوجه این قضیه بشید. در ادامه این فصل ما لامپ سقفی پراید رو داریم. نقش خانی پراید نسبت به نقش خانی پژو تفاوت‌های آشکاری داره. اول ما قسمت اولش قطعات جدیدی رو بحث خواهیم کرد در پراید که در این نقش خانی باید ازشون اطلاع داشته باشید که اولین قطعه جعبه تقسیم سیمی یا جعبه تقسیم قابل ذوبه. پراید جعبه تقسیم قابل ذوب داره به این نوع که اگر هر زمانی شما اتصالی در مدار شما دیدید این جعبه تقسیم این دست سیم به عبارتی ذوب میشه و با ارتباط رو قطع میکنه. فیوزهای به کار رفته در این جعبه تقسیم به عبارتی دو قسمتن، از دو تا سیم با دو تا سطح مقطع متفاوت استفاده شدن، یا 35 صدم سانتی متر مربع که اس کیو بهش میگیم یا 85 صدم سانتی متر مربع استفاده شده که هر کدوم برای قسمت هایی از به عبارتی مصرف کننده های برقی در خودرو مورد استفاده قرار میگیره. جعبه فیوز اصلیه که در این تصویر شما میبینید جعبه فیوز اصلی رو که فیوزهای به کار رفته، فیوزهای کاردی به کار رفته و آمپرهای روش بیان شده به عبارتی. این قسمت هم میشه گفت سوکت ابیاب ماشینه که شما دستگاه دیاک که میخواید نصب کنید OBD به عبارتی به اینجا وصل میکنید. میکروسویچ لایه‌دری این ماشین، میکروسویچ لایه‌دری پراید نسبت به پژو تفاوت جزئی دارن و اونم اینه که میکروسویچ لایه‌دری پژو دو پایه بود ولی میکروسویچ لایه‌دری پراید تک پایه است. بدنش رو یعنی منفی بدنه به خود بدنه ماشین وصل میشه. کلید چراغ سقفیش هم همچنین مثل پژو است ولی در پژو شما سه پایه دارید، اینجا دو پایه است، یعنی سوکتش دو پایه است و منفیش نگاه کنید از این قسمت از بدنه خود رو منفیش رو میگیره به عبارتی. خب توی نقش خانی پراید هم نقش خانی پراید به این فرم یه تفاوتای جزئی داره. رنگ سیم رو اینجا نوشتن، رنگ سیم ها بس اینها WR اینا رنگ سیم هستند. در نقشه خانی پراید به این فرمه که هر نقشه یه S داره. این نقشه لامپ سقفیه، بهش میگن نقشه L، میگن L02 یعنی قطعه دوم از لامپ سقفی پراید، L01 یعنی قطعه اول از لامپ سقفی پراید. پس در نقشه خانی پراید شما هر قطعه یک کدی دارد که مربوط به همون نقشه میشود. اینو باید حواستون جمع باشه. L04 L0 یعنی نقشه لام، پنجمین قطعه از نقشه لام که کلیدای لایه دری میباشد. خب این هم مثل همون فیوزش هم که فیوز 10 آمپره که نوشته فیوز داخل اتاق به عبارتی. این در حالت دائم خاموشه که منفی به لام نمیرسه، مثبتش وصله ولی چون منفی بهش نمیرسه وصل لامپی هم روشن نمیرسه نمیشه. در این حالت دائم روشنه، یا که منفی از اینجا میاد از بدنه میاد داخل و وقتی کلید در این حالت قرار بگیره لامپ سقفی داخل اتاق دائما روشن خواهد شد. و در تصویر بعدی هوشمند به این فرم که وقتی کلید در این حالت قرار بگیره و اگر یکی از این چهار در باز بشود منفی ازش عبور خواهد کرد. نگاه کنید کاملا میکروسویچ اینجا الان قطعه ولی اینجا وصله، منفی اومده از داخلش عبور کرده اومده به لامپ سقفی و باعث شده که لامپ سقفی روشن بشود. و در تصویر آخر لامپ سقفی به عبارتی صندوق عقبه که وقتی کلید به عبارتی در صندوق عقب باز بشه منفی به لامپ صندوق عقب وصل میشه. خب دوستان عزیز ما بحث اصلی رو در این فصل تموم میکنیم. در انتها فیلم انیمیشنی رو از هر دوتا که آماده کردیم براتون پخش میکنیم که انشالله مفید باشد. خداحافظ شما.
ابتدا برق مثبت از باتری به جعبه تقسیم کالسکه‌ای می رود و در جعبه تقسیم کالسکه‌ای به دو شاخه تقسیم می شود که شاخه اول از پایه یک جعبه تقسیم به پایه یک جعبه فیوز می رسد و در جعبه فیوز از یک شن و بعد از یک فیوز 30 آمپری گذشته و به دو شاخه تقسیم می شود که شاخه اول از پایه 7 به گذشته و به پایه 2 چراغ سقفی جلو می رسد و شاخه بعدی از پایه 5 آب گذشته و به دو شاخه تقسیم می شود که یک شاخه به پایه 2 چراغ سقفی عقب و شاخه بعدی به چراغ صندوق عقب می رسد. حال اگر ما کلید چراغ سقفی جلو را به پایه 3 انتقال دهیم، برق منفی از این پایه و به وسیله کلید به چراغ رسیده و آن را روشن می کند. در حالت بعد اگر ما کلید چراغ های سقفی جلو و عقب را به پایه 1 چراغ سقفی برسانیم، تا زمانی که یکی از درهای خود را باز شود، برق منفی از میکروسویچ آن در خارج شده به پایه 1 هر دو چراغ سقفی میرسد و نیز چراغ های سقفی روشن میشود. در حالت بعد اگر درب صندوق عقب را باز نماییم، میکروسویچ صندوق عقب برق منفی را از خود عبور داده و به چراغ صندوق عقب میرساند و چراغ صندوق عقب روشن میشود. ابتدا برق مثبت از باتری به فیوز اصلی مدار با ظرفیت 85 صدم سانتی متر مربع رسیده و پس از عبور از آن به یک فیوز 10 آمپری میرسد و پس از عبور از آن به دو شاخه تقسیم می شود که یک شاخه به چراغ صندوق عقب و شاخه بعدی به چراغ سقفی داخل اتاق خودرو میرسد. حال اگر ما کلید چراغ سقفی را در وضعیت آخر خود قرار دهیم، برق منفی به طور دائم برای چراغ سقفی تعمیم می شود و چراغ روشن می شود. در حالت بعد اگر ما کلید را در وضعیت وسط قرار دهیم، تا زمانی که یکی از درها باز شود، برق منفی توسط میکروسویچ آن در به چراغ سقفی می رسد و آن را روشن می کند. در حالت بعدی اگر ما درب صندوق عقب را باز نماییم، میکروسویچ آن در برق منفی را از خود عبور داده و به چراغ میرسد و چراغ روشن میشود.